خب من میخوام امروز درباره انواع دستگاه هورتونسی هم به شما توضیح بدم. دستگاه هورتونسی به طور کلی به دو قسمت به قول معروف تفکیک میشن: دستگاه ثابت هورتونسی و دستگاه متحرک هورتونسی. دستگاه ثابت که همونطور که عرض کردم معمولا بعد از نه همیشه بعد از سن 11 سالگی و 12 سالگی قرار میشه و دستگاه متحرک هم معمولاً باز هم نه همیشه در سنین قبل از 10 سالگی برای مثلا تصحیح روابط فکری و بعضی اوقات به عنوان یک فضا نگهدارنده برای فرزند شما سفارش داده میشه. به هر حال هر کدوم مزایا و معایبی دارن و هیچ کدوم جایگزین اون یکی هم نیست. ممکنه هر دوتا با هم همزمان استفاده بشه، بیماری باشه که هم دستگاه متحرک داشته باشه و هم دستگاه ثابت یا بیمار